عزیز سلام، با فشرده تازه ترین خبرها تا این ساعت از یک خوش آمدید. در نتیجه حادثه ترافیکی در شهرهای هرات تورغوندی یک تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. محمد شفیق شیرزایی سخنگوی شفاخانه حوزه هرات به تلویزیون یک میگوید که این رویداد نزدیک ساعت 11:30 امروز رخ داد و این حالت 2 تن از زخمی شده ها را وخیم گفت. امروز نخستین ماهواره افغانستان که قرار است به فضا پرتاب شود افتتاح شد. محمد یونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری این اقدام را بزرگترین دستاورد برای افغانستان می‌داند. او همچنان دستاوردها در بخش مخابرات و تکنولوژی را چشمگیر دانسته و نیز از برخی مشکلات درباره عرضه خدمات مخابراتی انتقاد می‌کند. وجود دارد. شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی افغانستان می توانند با استفاده از این ماهواره جدید نه تنها افغانستان را بلکه آسیای میانه، شرق میانه و جنوب آسیا را هم تحت پوشش قرار بدن. همچنین افتتاح و فعال شدن این ماهواره جدید نه تنها از لحاظ کمی و کیفی بلکه از لحاظ اقتصادی هم قادر به این است که عواید قابل توجهی را به افغانستان اختصاص بدن. از اثر یک انفجار در ولسوالی مارجه ولایت هلمند با امداد امروز 3 غیر نظامی زخمی شدند. فرماندهی پلیس هلمند میگوید که مواد انفجاری در یک موتورسایکل جاسازی شده بود که هدف آن موتور پلیس نظم عامه بود. از سوی هم مسئول نشرات فرماندهی پلیس هلمند از کشته شدن یک فرمانده مشهور طالبان به نام ظاهر در ولسوالی مارجه خبر می‌دهد. از اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در شهرهای مزار در ولسوالی فیروز نخجیر ولایت سمنگان از 2 شب به این سو هزاران مسافر در مسیر این شهرها گیر ماندند. خیرالله انوش والی سمنگان با تایید این خبر میگوید که برای مسافرانی که در این مسیر گیر ماندند مواد غذایی فرستاده شده است. با گفته آقای انوش سیلاب‌ها بخش‌های از جاده را به کلی تخریب کرده و شهرهای مزار برای ترافیک بسته شده است. گفته می شود همین اکنون چرخبال‌های ارتش ملی در حال نجات مردم از ساحه هستند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد با نشر خبرنامه افزون بر محکوم کردن رو بودن دختران دانش آموز در نایجریا از سوی گروه بوکوحرام خواستار مجازات برای عاملان این اقدام غیر انسانی شدند. بر بنیاد گزارش رسانه‌های غربی رئیس دوره‌ای شورای امنیت گفته است که گروه بوکوحرام باید پاسخگوی اقدامات خود در برابر مردم نایجریا و جامعه جهانی باشد. اعضای این شورا تاکید کردند که برای آزادی دختران روبوده شده به صورت جدی تلاش می‌کند. از همراهیتان سپاس، خدا نگهدار.